به هدف قدردانی از علاوه شدن زبان پشتو در شبکه اجتماعی گوگل، حدود 3,500 سپاسنامه امروز در استادیوم بین المللی کرکت کشور نصب گردید. این نامه ها که از سوی برخی نویسندگان، شعرا و شمار از فعالان مدنی جمع‌آوری گردیده، در آن از گوگل سپاسگزاری شده که زبان پشتو را بین المللی ساخته است. این دست نویسا قسم با یک دیگر وصل شده است که طول آن به حدود 1 کیلومتر می رسد. سید مرجان زازی و سعید زابولی که بالای این برنامه کار کرده و در بخش جمع‌آوری این نامه ها تلاش کردند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند: دا کوم لیکلی چې دی په کوم ډول سره جوړ شوی دی، رسامی شوی دی، په غمه سره جوړ شوی دی، او ماشومان لیکلی دی، به کوم مخ کې شغوی لیکل کړی دی، هغه عکسونه هم شته دي. نو دا هم ثبوتوي چې مثال هغه ماشومان هغه راتلونکی زموږ نسل چې ده هغه ویښ دی، او هغوی ده ته ډېر خوشحاله دي. هلته له موږ ته له 2 کلو تر 4 کلونو ماشومانو همدغه لیکونه ولیکل چې په هغو لیکونو کې د سولې غوښتنه ول نړیوالو سوې وه. د ګوګل تر څنګ له فیسبوک، سکایپ، ټویټر، ایمو له دغو څخه هیله سوې وه چې پښتو ته په خپل سیسټم کې داخله کړي. همداسې له نړیوالو څخه غوښتل سوي وو، له همدغو کمپنیو څخه چې دی د انټرنیټ په برخه کې له افغانانو سره باید مرسته وکړي. قبل از این در شبکه گوگل بدون زبان پشتو سایر زبان‌ها به خاطر ترجمه موجود بود، اما در این اواخر با تلاش‌های نویسندگان و فعالان زبان پشتو در شبکه گوگل افزوده شد. اشتراک کنندگان این مراسم می‌گویند که به خاطر تقویت زبان پشتو باید کار بیشتر صورت گیرد، چون انوز نیز به گفته آنان لغات پشتو در شبکه گوگل کمتر به نظر می‌رسد.